استاد محقق از شهروندان خواسته است از تجمعات خودداری کرده و نماز را در خانه بخوانند. سلام بر شما. اول می و 11 ثور 1401 هجری شمسی است. در روزها و هفته های گذشته تجمعات مردم در افغانستان به خصوص شیعه ها مورد حمله قرار گرفته و صدها تن شهید و زخمی شدند. بیشترین تلفات مردم در وقت ادای نماز در مسجد و یا هم در کورس و مکتب بوده است. هرچند که عده در مسیر راه، در ملی بس، در موتر و حتی در کوچه پس کوچه ها به شهادت رسیدن و زخمی شدند، اما بیشتر قربانیان در نماز جماعت و تجمعات مذهبی و آموزشی بوده است. اینک اما استاد محقق در پیام فیسبوکیش از مردم خواستند که از تجمعات جلوگیری کرده و تا حد امکان نماز را در خانه بخواند. رهبر حزب وحدت در صفحه فیسبوکش نوشته است که داعش و کرونا در قیافه انسان است. از تجمعات احتیاط کنید، خصوصا در نمازهای عید، جمعه و جماعات. تا محو این پدیده شوم بهتر است نمازها را در خانه بخوانید. آقای محقق در حالی از مردم خواسته است نمازها را در خانه بخوانند که در هفته های گذشته بسیاری از مساجد در کابل و ولایت های افغانستان هدف قرار گرفتند. به خصوص هزاره ها و شیعه ها که به صورت سیستماتیک هدف قرار می گیرند. پس از سقوط جمهوریت، صدها تن از مردم شیعه و هزاره در ولایت های کندوز، قندهار، مزار شریف و کابل در مساجد هدف قرار گرفتند و شهید و زخمی شدند. بعد از هزاره ها و شیعه ها در افغانستان، اهل تصوف نیز هدف بوده است. دو مسجد اهل سنت که در شمال و همچون در شهر کابل مورد انفجار قرار گرفت و ده ها شهید و زخمی بر جا گذاشت، نمازگزارانی بودند که بیشتر طرفدار تصوف بودند. در گذشته تمام مساجد و مراکز آموزشی گارد داشتند و بر اساس یک جوازی که از وزارت داخله می گرفتند می توانستند که چند نفر مسلح داشته باشند و مواظب باشند تا کسی بر آن مکانها حمله نکنند و یا افراد ناشناس نتوانند وارد شده و بمب گذاری کند. اما بعد از سقوط جمهوریت دیگر اکثر مکانهای آموزشی و دینی دارای سلاح و گارد نمی باشد و هر کسی که بخواهد بر راحتی می تواند وارد آن شده و فاجعه خلق کند. در نتیجه در روزها و هفته‌های گذشته شاهد بودیم که در کابل، مزار، ننگرهار و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان فاجعه‌های بزرگی خلق شد. شهروندان کشور میگویند اگر ما به مسجد نرویم، قطعاً در مکتب، سرکار، در سرک و حتی در کوچه هدف قرار می‌گیریم. آنان امیدوار هستند تا کسانی که در افغانستان حاکم شدند، زمینه تعامل با تمام اقشار افغانستان را فراهم ساخته و در هماهنگی با هم امنیت کشور را تأمین کنند.